تست 11 52 رو داریم حل میکنیم. اگه کسی یکه ها 11 52. سوالش اینه از هر 4 گروه آزمایشی به ترتیب 1 و 2 و 3 و 3 نفر داوطلب شرکت در آزمونی هستند. اگر به تصادف 4 نفر از بین آنها انتخاب کنیم، با کدام احتمال از هر گروه 1 نفر انتخاب شده است؟ خب حاجی این که سخت نیست، کجاشو گیر کرده بودی؟ بچه ها چیزی ننویسید، این سفر رو من میبندم چیزی ننویسید. 4 تا گروه آزمایشی، مثلا همین گروه های ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، مثلا 4 تا گروه آزمایشی. اگه گروه 1 نفر، از یه گروه 2 نفر، از یه گروه 3 نفر و از گروه دیگه هم 3 نفر داوطلب شرکت در آزمونی هستن، اگه به طور تصادفی 4 تاشون رو برداریم، حاجی بگو 4 تاشون رو برداریم، پس NS چی میشه الان؟ NS از بین اینا داریم 4 نفر رو انتخاب میکنیم. NS میشه انتخاب 4 تا از بین 3 و 3 6 با 2 8 با 1 9، انتخاب 4 از 9. 4 از 9 میشه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 به روی 4 ضرب در 3 ضرب در 2. این 4 ضرب در 2 که میشه 8 با 8 بره، این به 3 یه مرتبه، این به 3 دو مرتبه، جواب میشه 9 ضرب در 7 ضرب در 2، 9 ضرب در 7 ضرب در 2. همینجوری بذار باشه، چون ممکنه با اینکه ساده شه. این ان ا، این ببخشید ان اس. خب بریم حاجی آبادی ادامه بدیم. این اس کلیه ی حالات ممکن، یعنی کلیه ی حالاتی که داریم از بین این 3 3 2 1 ابای 9 نفر داریم 4 تاشون رو انتخاب میکنیم. حالا چه حالتی میخوایم پیش بیاد؟ از هر گروه یه نفر، از هر گروه یه نفر، پس NA مساوی با از این گروه یکی از یک و یکی از دو و یکی از سه. بنابراین یکی از یک میشه 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 3، این میشه 18. حالا پی آ میشه 18 روی 9 ضرب در 7 ضرب در 2. این 9 ضرب در 2 میشه 18، با این 18 میره، جواب میشه 1 روی 7. حاجی به من میگی کجاش اشکال داشتی؟ میخوام کجا رو گیر کرده بودی؟ چون نکته خاصی نداشت، من کجا رو گیر کرده بودی؟ همینا همینا. خب چیش بوده؟ بریم ابدا نره. خب اسماعیلی سوال نداری؟ عسکری که میگه سوال نداره. کریمی این همه چه خبره؟ یکی یکی بگو. 11 64 به ترتیب. یازده شست و چهار رو حل میکنم. زیبایی هم همین رو گفته، باشه بریم بعدی. سوال 11 64،
از میان 10 نقطه شکل زیر 4 نقطه رو تصادف انتخاب میکنیم. از میان 10 نقطه شکل زیر 4 نقطه را به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال اینکه با این 4 نقطه بتوان یه 4 دلی ساخت، احتمال اینکه بتوان با این نقاط یک 4 دلی ساخت، یک 4 دلی ساخت که روی هر خط فقط یک رسان قرار بگیرد چقدر است؟ اینجا یه نقطه، اینجا دو تا نقطه، اینجا سه تا نقطه و اینجا هم 4 تا نقطه. خب کریمی و یکی دیگه هم اینو پرسیده بود، زیبایی آقا این هم نکته نداره، نباید تو این گیر کنی، ننویسی چیزی، نباید تو این گیر کنی. 10 تا نقطه از رو این شکل، از این 10 تا نقطه 4 تا رو به تصادف انتخاب بکنیم. پس NS انتخاب 4 از 10 فکر کنم 220 میشه. کسی اینو حساب کرده؟ 210 میشه 220. کسی اینو حساب کرده یا نه؟ 210. آها مرسی نوروزی. 4 این معلوم حل کرده. 4 از 10 210. 4 از 10 210. حالا در ادامه چی گفته؟ گفته آقا این 4 تا رو یه جوری انتخاب کنیم که روی هر خط فقط یه رأس باشه، یعنی NA مساوی با یه 4 ضلی میخوام، مثلا اینجوری هم چیزی نگاه، اینجوری 4 ضلی مثلا میخوام بسازیم، هر رأسش روی یکی از این خط ها باشه، یعنی از این خط، از این رأس رو علاوه بزن، از این رأس یه دونه انتخاب کنی از این خطه، یعنی یک از یک، و از روی این رأس علاوه بزنم، از روی این رأس، از روی این خط یه رأس انتخاب کنیم، پس از اون دو تا باید یکی انتخاب کنیم، یکی از دو، و از روی این رأس، از روی این خط بخشید یه رأس باید انتخاب کنیم، پس میشه ضرب در یک از سه، و از روی این یکی رأس هم، از روی این یکی خط هم یه دونه انتخاب کنیم، یکی از چهار، هر چهار تاشو گفتم رأس یکی از چهار. این مسئله قبلیه، چهار گروه آزمایشی، یک هم از هر عدد خودشه، پس میشه یک ضرب بر دو ضرب بر سه ضرب بر چهار، تمام. حالا پی آ میشه یک ضرب بر دو ضرب بر سه ضرب بر چهار روی 210. به سه ساده کنیم 70، به سه ساده کنیم میشه 70، این سه میره بالا میشه چند؟ 2 ضرب بر 4. به دو هم دوباره ساده کنیم، به دو، به دو یک، به دو 35. جواب 4 روی 35. الان کسی اشکال داره بگه؟ وقتی بچه دارم سوال الگونه حواستون به این باشه، ولش کنید سوال بعدی رو، به موقعش میرسیم به اونم، یکی یکی بریم. زیبایی هر شد مشکل؟ خب آرش اجازی، اسماعیلی و عرب 11.83. ببینم 11.83 چیه. 11.83. خب 83 رو حل کنیم، سریع یادداشت کنین اینو. احتمال اینکه هر رأس این 4 ضلی روی یه ضلع این
شکل واقع شه. پس از هر ضلعش نقاطی که رو هر ضلعش هست فقط یه دونه‌اش انتخاب کنیم. خب آقا بریم صفحه بعد. اشکال کریمی فهمیدی این اشکال داشتی؟ کریمی و عسکری اشکال داشتن. بریم صفحه بعد. خب بریم صفحه بعد. 11-3 گفتید. 11-3 بسه بعد 11-83 نشه. 3 دانش آموز سال اول، 3 دانش آموز سال اول و 4 دانش آموز سال دوم. 4 دانش آموز سال دوم به تصادف روی ده صندلی چه؟ در دو ردیف پنجتایی قرار دارند، می نشینند. احتمال اینکه دانش آموزان سال اول در یک ردیف نشسته باشند چقدر است؟ بنویسید تا شروع کنیم به حرف. سال اولیا تو یه ردیف قرار گرفته باشند احتمالش چقدره؟ شروع کنیم. خب ننویسید اینو پاک کنم، صفحه رو پاک کنم، صفحه هم بزرگتر شد جا داشته باشیم. خب دو ردیف پنجتایی، اول من این شکل تعدادی بکشم، دو ردیف پنجتایی مثلا یه هم چیزی، این 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 این دو تا الان داشته باشیم، 3 تا اول 4 تا دوم. خب آقا کلن 7 نفر داریم، میخوایم اینجا اینا رو بشونیم. اول NS اولین نفر چند جا برای نشستن داره؟ مشخص NS کلیه ی آلات ممکن 10 جا. نفر بعد 9 جا واسه نشستن داره. نفر بعد 8-7-6-5-4-3 کلا من 7 نفرن، 1-2-3-4-5-6-7 اون 3 رو پاک کنم، این زیاده. اینو تا اینجا بنویسید. این است کلیه ی حالاتی که این 7 نفر میتونن تو دو تا ردیف 5 تایی بشینن، تو این 10 تا صندلی پخشن. خب بریم NA باز نگاه کنید، ننویسید. NA میخوایم طوری بشه که سال اولیا توی ردیف باشن، دانش آموزان سال اول در یک ردیف، دانش آموزان سال اول توی ردیف باشن. خب حالا یه سوال پیش میاد، در یه ردیف یعنی کدوم ردیف؟ ردیف بالا یا ردیف پایین؟ دو حالت پیش میاد. ننویسید، دوباره نگم. دو این دو قدر چیه؟ ردیف اول یا ردیف دوم. پس دو حالت. این از این. حالا فرق میکنه که بالا باشن یا پایین؟ نه، دو ردیف گفتیم، یا بالا یا پایین، پس میشه دو زرد داره. حالا یکیشو لحاظ کنیم، مثلا ردیف بالا، مثلا میخوان توی این ردیف بشینن، ردیف با اول. خب چند تا؟ 3 تا. نفر اول میاد یا تو این ردیف میشید، تو این ردیف بخواد بشینه، چند جا واسه نشستن داره؟ 5 جا. و بعدی 4 جا و بعدی 3 جا، چون 3 نفر اولیان دیگه. یا
پس دو ردیف اینجوری ننیم، یا تو این ردیفن یا تو این ردیف. حالا بذار بنویسم الان دوره فکر میکنم، یا اگه بخوام تو این ردیف بشینن میشه با زوره 5 ضرب داره 4 ضرب داره، آره دیگه، آره 3. بذار لحظه بار یه سوال ببینم، حتی نه پای تخته هستی، بذار یه بار چک کنم من اینو. 7 نفرن کلا میخوام تو 3 تا صندلی بشینن، یا این ردیف یا این ردیف. دو بار باید بنویسیمش؟ نه فکر نمی کنم. ببینم چی دارید بنویسید. یه جا داریم اشتباه میکنیم، آره به اضافه است، آره یا این ردیف. پس این دو حالت دو هم میخواد؟ نه دیگه دو نمیخواد، دو نمیخواد، موافقید؟ یا تو این ردیف میشینن به این حالت، یا تو ردیف دوم میشینن به این حالت. زبر دو نمیخواد. آرش اجازه میگه دو میخواد، عسکری هم میگه دو میخواد. یه دقیقه صبر کنید، ننویسید لحظه، من بدون دو حل کنم. یه دقیقه صبر کنید. یا تو این ردیف میشینن 5 زبر 4 زبر 3، یا تو این ردیف میشینن 5 زبر 4 زبر 3، یکیش زبره دو زبره، یعنی بشه 2 2 5 4 3، بالا 10 9 8 7 6 5 4، 4 و 3، 5 و 4 و 3 با 5 و 4 و 3 دوتا هم 6 با 6 بره، 56 از برای 9. عدد خیلی بزرگی، یک روی یه عدد خیلی بزرگی در میاد. نه پس من دارم اینجا اشتباه میکنم. سه دانش آموز سال اول رو اینا میشه، 4 نفر رو 7 صندلی. کجا داریم اشتباه میکنیم؟ من چرا دارم اشتباه حساب میکنم؟ ان ا رو دارم اشتباه مینویسم. آره اشتباه است. ان اس اشتباهه، ان اس میگه اشتباهه. صبر کن، کی داره میگه ان اس اشتباهه؟ طوفانی. نفر اول 7 نفرن دیگه. او معذرت میخوام، آخ معذرت میخوام. اشتباهی بد کردیم. ما هر هفته رو که نمیخوایم بشونیم. بحث ما سر کیه؟ سر این دانش آموزای سال اوله. راست میگه، NS هاش دانشیم. این سه نفر میخوایم با دومی ها که کاری نداریم که، با دومی ها که کاری نداریم که. یه دقیقه ننویسید بچه‌ها، یه دقیقه ننویسید. من اینجا اصلاحش کنم، اینو پاک کنم. خب نفر اول 10 انتخاب داره، نفر بعد 9 انتخاب و نفر بعد 8 انتخاب. تمام. حالا این یا اینجا بشینه، تو این ردیف هم بشینه 5 4 3 2. بذار اینو چک کنم. 4 و 2 رو با 8 بزنیم، 3 به 3 1، این به 3 3، به 5 1، به 5 2. 1/6 جواب 1/6 تو گزینه‌ها داریم. 1/6 گزینه 1. درسته. بگم الان چی شد؟ یه دقیقه ننویسید. آره ننویسید، توضیح بدم. ببین بچه ها، این سه تا اول 4 دوم میخوام توی ردیف بشینن، میخوام چه اتفاق بیفته؟ همینجا هایلایت کردم سال اولی ها توی ردیف باشن. پس ما بحثمون سر سال اولی هاست، نمیخواییم رو همشون که تک تکشون بحث کنیم که. بنابراین اولین دانش آموز سال اول میاد، چند جا واسه نشستن داره؟ 10 جای مختلف میتونه بشینه نفر اول سال اول.
نفر بعد 9 جا، نفر بعد 8 جا. تمام، تمام. با دو مباینه که کار نداریم که، پس این هست، این هست. حالا احتمال ان ار رو خواستم توی ردیف باشن. اگه توی این ردیف بخوام بشینم، نفر اول 5 انتخاب، نفر بعد 4 انتخاب، نفر بعد 3 انتخاب، یا پس این میشه 5 ضرب 4 ضرب 3، یا بخوام توی این ردیف بشینن باز 5 انتخاب، بعدی 4 انتخاب، بعدی 3 انتخاب، میشه همین 5 ضرب 4 ضرب 3 که حاصلش میشه 2 تا، این با این جمع میشه 2 تا 5 ضرب 4 ضرب 3. اینم پی آش اومد، پی آ مساویه با انابنه ساده کنید میشه. اشتباه ما چی بود؟ ما این چارتان هم داشتیم میشوندیم، نیازی نداریم به اونا. الان یادداشت کنید، حالا کسی سوال داشت بپرسه میبینم، الان کسی اشکال داشته باشه میبینم. خب سب کن یه دقیقه کریمی، سب کن رو این، چون گیر کردی یه دقیقه سب کن، کسی اشکال داره برطرف شه. یه دقیقه چیزی ننویسید، ببینم عسکری چی نوشته. 10 ضرب 9 ضرب 8 وقتی می نویسیم، وقتی می نویسیم شاید توی ردیف نباشن. بله بله، شاید توی ردیف نباشن، کاملا درست داری میگی. NS ببین، NS کلیه ی حالات ممکنه، اون که توی ردیف باشن میشه حالت های مطلوب، میشه NA. NS کلیه ی حالات ممکنه. نفر اول 10 انتخاب، بعدی 9، بعدی 8. بله. خب اسماعیلی نمیشه دیگه، NSه. NS رو بگم. ببین اسماعیلی، دو ردیف پنجتایی صندلی چیدیم، سه تا دانش آموز سال اول داریم، نفر اول میاد، دانش آموز سال اول شماره 1 چند جا حسین نشستن داره؟ 10 جای مختلف. نفر دوم یه صندلی پر شد دیگه، 9 جای مختلف. نفر سوم 8 جای، دو تا صندلی پر شد، 8 جای مختلف. 10 ضرب 9 ضرب 8. ببین الان فهمیدی؟ بله عسکری، بذار عسکری چی میگه. ببین ما میخواییم سه تا دانش آموز سال اول توی ردیف باشند، پس اصلا با چیدن اونایی دیگه کار نداریم. ما این سه بحث اون سر این سه نفر اولی هست میخواییم توی ردیف باشند، پس این سه نفر رو بشونیم کل حالات بشه NS، این سه نفر رو توی ردیف بشونیم میشه NA. نیازی به اون چهار نفر دیگه نداریم. بذارم اجازه چی گفته. آقا تو پاسخنامه 3 از 10 گرفته، 3 با 3 از 10 هم میتونی، ولی سخت‌تر میشه. ببین 3 از 10 ادامه داره ها، 3 تا از 10 تا رو برمی‌داریم ضرب داره، بعد بشونیم، فاکتوریال میخواد. بنابراین بذار پاسخنامه‌شو ببینم. 11 شد و 3. آقای عسکر اجازی، NSش 3 از 10 ننوشته، آنکه چه پیه 10 و با پی نوشته، پی یعنی همون جایش تبدیل، با ترکیب نیست، اشتباه نکن. همینجوری نوشتم آقا بنویسید. چرا بحث میکنی که خیلی راحت شد که، من فقط یه بیدقتی کردم اولش، ولی سخت نبود که. عسکری چرا متوجه موضوع نمیشی؟ NS که نباید کنار هم باشن که. آقا وقتی میگه دانش آموزا در ردیف کنار هم باشن، کنار هم باشن، اون میشه NA. NS کلیه حالات ممکنه، کلیه حالات ممکنه این چی؟ تمام حالاتی که این سه نفر رو میتونی توی این 10 تا صندلی بچینی بشونی، این کلیه حالات ممکنه. NA حالت مطلوب، حالت مطلوب یعنی چی؟ مطلوب یعنی این اتفاقی که سوال میخواد بغل هم باشن، کنار هم باشن، توی ردیف باشن. خب دیگه الان بعد از
صبر کن الکی نگید فهمیدیم ها، چون سوال خوبی بود، خود منم یه دقتی کردم. شاهانی بیداری یه سوال ازت پرسم؟ شاهانی، آها شاهانی، اینی که من نوشتم خط زدم، فهمیدی اشتباهمون کجا بود؟ شاهانی جواب بده. اون چهار نفر دیگر هم قاطی کردن، درسته؟ ولی میتونستم با همینم حل کنم، ادامه بدم. یعنی این 10 9 8 7 6 5 4 هم درست بود، به شرط اینکه ببینید چه اتفاقی گفتی. یه ذرهشون سوالی سخته گفتم تو جواب بدی، این میتونی جواب بدی، لریجانی هم میتونی جواب بده، به شرط اینکه ببینم میتونی بگی داری چیزی می‌نویسی. بقیه اگه قاطی کردن این جمله آخرمو گوش نکنن. نه نه نه، اصلا بحثم تو نوشتارش نیست. ببین ما تو NAS چیکار کردیم؟ تو حالت اول که غلط بود، غلط نه، خط زدم. تو NAS همین سه تا رو چیدیم، همین چهار تا رو، کل هفت تا رو چیدیم. ولی توی NA اومدیم فقط رو سه نفری که سال اولن بحث کردیم. اگه بیان بگیم خب سه نفری که سال اولن توی یه ردیف باشن رو بشونیم، چهار تا دیگه رو پخش کنیم بین اونا دیگه بدون شرط، اون سه نفر توی ردیف باشن، بقیه رو با این چهار تا پر کنیم. اگه این چهار تا رو تو ان ای هم لحاظ می‌کردیم، وقت جواب این ان ای به ان اس هم بازم درست بود، بازم یکیشون میشد. ولی چون خیلی سخت بود ادامه ندادیم دیگه اینو. خب کم کرد متمم سخته، متممش سخته. آها دقیقا همین که شاهانشه. تو پایین هم منظورش، تو پایین منظورش تو انهاه، تو پایینی هم باید همه رو بچینیم، یعنی هر هفتا رو بچینیم نه فقط سه تا. ما تو انهاس هفتا رو چینیم، بعد اومدیم تو انهاس سه تا رو نوشتیم، به قاطع این جواب غلط در اومد. درسته بریم. خب اسماعیلی میگه 78 11 78، بزنیم 11 78 چیه، 11 78 بریم دیگه صحبت نه، بعدش عرب بعدش بگو، الان بذارین حل کنیم 78 رو. خب با کدام احتمال، مثل سراسریه، با کدام احتمال رقم سمت راست پلاک اولین اتومبیلی که از بزرگراه خارج می شود از چهار بیشتر نیست یا مضرب 3 می باشد، پرانتز باز رقم 0 در پلاک اتومبیل به کار نمی رود. خب عسکری حواست هست؟ من یه ذره مشکوک شدم نسبت به چیزی که تو گفتی. عسکری فرق NS و NA رو باید بفهمی. الان تو این سوال دارم میگم، تو این سوال خاص. خب NA رو بخون سوالو. رقم سمت راست پلاک اولین ماشینی که از بزرگراه خارج میشود، اینش مهمی، رقم سمت راست پلاک از 4 بیشتر نیست یا مضرب 3. خب ببین الان NS چی میشه؟ به فارسی دارم حرف میزنم، عسکری خوب گوشونه، به فارسی دارم حرف میزنم، نمیخوام ریاضی بنویسم. NS کلیه حالات ممکن، کلیه حالات ممکن این رقم سمت راست پلاک ماشینه، رقم سمت راست پلاک ماشینه اینه. NA چیه؟ اونایی که از 4 بیشتر نیست یا مضرب 3 است. NS کلیه حالات ممکن، این رقم سمت راست پلاک ماشین. لری جانی امروز تو ساکتی، امروز تو حرف بزن. NS S رو بگو بنویسم. لری جانی S رقم سمت راست پلاک ماشین بگو بنویسم.
خواب لاریجانی. محمد حسینی بگو. یک تا نه دقیقا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه. مجروب هسته. رقم سمت راست، رقم آخر. یک تا نه. صفر هم که خودش گفته نداریم. پس NS NS میشه نه. NS میشه نه. حالا عرب، عرب شما همین سوال اشکال داشتیش. عرب از چهار بیشتر نیست یا منظر سه از چهار بیشتر نیست یعنی کوچکتر یا مساوی چهار. از چهار بیشتر نیست، کمتر از چهاره یا مساوی چهاره. پس میشه حالتاش یک، دو، سه، چهار. یا وقتی گفته نیه که این دوتا هم اتفاق میفته کافیه. اینو نوشتیم از چهار بیشتر نیست، یک، دو، سه، چهار. یا منظره سه، منظره سه، سه رو که نوشتیم شیش، نو. تمام. اسماعیلی اشکال داری علی اینا بگو. عسکری یا گفته یک، دو، سه، چهار. یا ادامه بده پس. یا مضرب سه، سه، شیش، نو. یک، دو، سه، چهار، سه رو نوشتی دیگه دوباره ننویس، شیش و نو هم بهش اضافه کن. اوکی خب بریم تمام دیگه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. نتیجه NA6، NA6 PA6 روی نو به سه ساده کن. دو سوم، دو سوم. اسماعیلی فهمیدی اینو؟ اوکی صبر کن. عرب هم یه سوال داشت. عرب چند گفته بودی؟ یازده، نود و هفت. نود و هفت حل میکنین بعد میم هفت و سه، هفت و چهار. یازده، نود و هفت. خب اینو بریم، اینو بریم پاک کنیم اینو دیگه. یعنی بریم صفحه بعد. محمد حسینی سوال داری؟ بریم. خب بریم علی. پس یازده، نود و هفت. ببینم نود و هفت چیه. در جعبه ای سه مهره سفید، در جعبه ای سه مهره سفید و دو مهره سیاه، دو مهره سیاه و پنج مهره قرمز است. اگر دو مهره از آن بیرون آوریم، دو مهره از آن بیرون آوریم، با کدام احتمال این دو مهره، با کدام احتمال این دو مهره همرنگ نیستند؟ خب راحته که همرنگ باشن رو حساب کن، از کل کم کن. همرنگ باشن رو حساب کن، از کل کم کن. شروع کنیم. NS خودت بگو عرب. NS چی میشه الان؟ NS NS دو تا و سه تا و پنج تا و این سه تا سفید، دو تا سیاه، پنج تا قرمز. کلن داریم چند تا رو هم داریم؟ دو تا مهره خارج میکنیم. پس NS داره میشه دو از ده. دو از ده هم میشه ده زبر نو ترسند و چهل و پنج. NA گفته همرنگ نباشند، همرنگ نباشند، همرنگ باشند رو حساب کن. NA پریم، NA پریم متهمم. بله آجی آبادی درسته. نوروزی هم معتمدی و نوروزی هم فعالیت کنن، فقط این چند نفر نباشن. نوروزی معتمد میدونم بلدی ولی حرف بزن جواب بده. هر دو همرنگ باشن میشه چی؟ میشه دو از سه، دوتای سفید، یا دوتای سیاه، دو از دو، یا
دو تاش قرمز، دو از 5 تمام، دو از 3 3، دو از 2 1، دو از 5 10، میشه جواب 14. صرف و این مونده، این چیه الان؟ آره یه بزن پیریه بره، پی آپرین میشه 14 و 45. ساده هم نمیشه هیچی، نه؟ نه دیگه نمیشه. نتیجه پیا 1 منهای 14 رو 45 که میشه 31 روی 45. داریم تو گزینه ها، من ندیدم گزینه ها شویزه، عدش عجیبه، 31 روی 45. بعد دیگه گزینه 3 یاد داشته فهمید، داریم میسید کسی اشکال داره بگه زودتر. اگر کسی سوال نداره کریمی سوال بپرسه، صبر کنید دقیقه، چون از سوالای تو یه دونه حل کردم، بذارین بقیه اشکال ندارن، بقیه اشکال نداشتن از سوالای سوالی که تو گفتی حل می‌کنیم. 11 73 11 74 حل می‌کنم، 11 70. اسماعیلی تو هم پرسیدی، صبر کن، تو هم پرسیدی اسماعیلی. بذارین دیگه کسی اشکال نداره. خب باشه، حالا بریم سراغ 73. اسماعیلی گوش کن، 73 رو حل می‌کنیم که این پرسیده، بعد 70 حل می‌کنیم که شما گفتی. خب به جفتش می‌رسیم، به جفتش می‌رسیم. بریم بعدی. بریم بعدی. ۱۱ ۷۳. با جا به جایی ارقام، با جا به جایی ارقام عدد 23224 یک عدد پنج رقمی به وجود می آید، یک عدد پنج رقمی به وجود می آید. احتمال اینکه رقم های زوج کنار هم باشند کدام است؟ رقم های زوج کنار هم باشند کدام است؟ خب بریم عسکری، باز اینو باید دم تذکر میدم، شما سعی کن NS NA رو بفهمی. علا NS فارسی بازم دارم میگم، NS میشه چی؟ NS میشه کل پنج رقمیایی که میشه با این ساخت، با این تمام پنج رقمی هایی که میشه با این ساخت. جواب NS میشه 5 فاکتوریل، 5 رقمی، 5 تا عدد داره دیگه، 5 4 3 2 1، 5 فاکتوریل. ولی چیه؟ تکراری داره، نگاه کن، تکراری داره، 1 2 3 تا 2 داره، 3 فاکتوریل، 5 فاکتوریل رو 3 فاکتوریل، چه میشه؟ 5 ضرب در 4 ضرب در 3 فاکتوریل رو 3 فاکتوریل که جواب میشه 20. قبول این؟ این سوال کریمی بود. کریمی حواست هست؟ کریمی سوال شما بود، حواست هست؟ خب NS، حالا NA چیه؟ از کبی NA، احتمال این که این NAه، رقمهای زوج کنار هم، رقمهای زوج کنار همین NA شما اینه، رقمهای زوج کنار هم. خب رقم های زوج دو 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 ها بغل هم، دو چار هم بغل اونا، دو 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 چار بغل هم، یه سه هم داری میشه این نتیجه NA برابر با. حالا NA شاده نیستی، یه بار دیگه میگم، چون گفته رقم های زوج کنار هم
یعنی 3 تا 2 و اون 4 3 تا 2 بای 4 کنار هم. حواستون باشه دعا بغل هم باشن، دعا بغل هم باشن جایگش ایجاد نمی کنن، چون دو 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 که فرقی نمی کنه که. خب حالا بریم سراغ این که NA شو بنویسیم. NA چند تاست اول؟ یه 3 داریم با یه مجموعه 2 2 2 4، پس میشه دو حالت، دو و. حالا اون زوجا 2 2 2 4 بغل هم اونا بخوان با هم جا بجاشن، آیا امکان داره جا بجاشن؟ بله. به چند طرف میتونن جا بجاشن؟ چند تان؟ 4 تان، 4 فاکتوریل. ولی سه تاشون این همون 2 2 2 3 فاکتوریل. اگه اینو فهمیدی دیگه تمام دیگه. دو به خاطر اینکه 3 یه دونه 3 یه دونه همین بسته و دو حالته، دو حالت. حالا این زوجا که بغل همن جا به جاشن 4 تان، 4 فاکتوریل جایگشت، ولی 3 تاش دوباره این همن تقسیم 3 فاکتوریل. تمام. جواب مساویه با ادامه بدیم. 4 فاکتوریل 3 فاکتوریل میشه 4 دیگه، میشه 2 ضرب 4، 2 ضرب 4. پی آ ان آ رو ان اس به 4 یه مرتبه، به 4 5 مرتبه. جواب 2/5. شاهانی 4 چیه نوشتی؟ یعنی اشتباه نوشتم به نظره؟ 2/5 داریم دو گزینه، گزینه 2 2/5. نه یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. درسته. شعبانی تو هم نبودی ها، چیزی بگو. 4 حالت بود دیگه. آره دیگه، یکیش که خود اینه 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 حالته دقیقا. آره چون حالتاش زیاد نبود، به قول شاهانی 4 حالت بود، چون حالت زیاد میشد نوشت، ولی خب محاسبه کنیم راحت تره، سریع تر جواب رسیدیم. خب سریع بنویسید. حالا دوباره برگردیم اسماعیلی بپرسه. شما چند گفتید اسماعیلی؟ 11 چند؟ 11 70 11 70. بله با کنیم اینم. کریمی فهمیدی؟ خب بریم 70. نوشته در ظرفی 6 مهره، در ظرفی 6 مهره با شماره های 1 2 3 4 5 6 ریخته شدند. شاهانی یه سوالی پرسید، نمیتونی جواب بدی. لریجانی حواست هست؟ یه سوال گفته در ظرف 6 مهره با شماره 1 تا 6. میگفت در ظرف 6 تا مهره دارین دیگه، شماره 1 تا 6 به خاطر چیه پس؟ چرا گفته با شماره ها 1 تا 6؟ منظورش چی بوده؟ یه کلمه. آها باری که الله خواسته متمایز، باری که الله محمد حسینی خواسته متمایز بگه اینا متمایزن، یعنی مهرش. آها معتمدی هم تفاوت، دقیقاً تفاوت دارن. خوبه خوبه. با شماره 1 تا 6 ریخته شدن. دو مهره با هم بیرون میآوریم، دو مهره با هم بیرون میآوریم. با کدام احتمال؟ با کدام احتمال شماره های این دو مهره، شماره های این دو مهره اعداد متوالی اند؟ بریم. شماره های این دو مهره اعداد متوالی اند. خب اسماعیلی NS شو فکر نمی کنم اشکال داشته باشی. NS NS رو فکر نمی کنم اشکال داشته باشی، قبول داری؟ NS 6 تا مهره داری با شماره 1 تا 6، میخوای دو تاش انتخاب کنی دیگه. NS انتخاب 2 از 6 مساوی با 15، قبول این؟
آره NS 923 2 از 6. خب بریم سراغ NA که شما باید بشمارینش. اعداد متوالی فرمول نداره، پس اول بیاییم آ رو بنویسیم. آ اسمال لینوکتش اینجاست، یه لحظه گوش کنید، 6 تا مهره 1 تا 6 داری، دست کنید تو این کیسه، تو این ظرف، دو تا رو در بیاری، دو تا رو خارج کنی، متوالی باشن، پشت شماره هاش پشت سر هم باشه، مثل چند تا چند، مثل 1 و 2. یه سوال اینجا، الان اینجا رو گوش کن، ننویس، ننویس اسی 1 و 2. آها همینه میخوام بگم اسماعیلی، 2 و 1 هم متوالی هن. بله 2 و 1 هم متوالی هن. نگفته کدوم بزرگ بزرگی اول و دومی که این نگفته گیه، ولی متوالی 2 و 1 هم مثل 1 و 2 متوالی هن. ولی شما دست کردی تو کیسه، دو تا مهره خارج کردی، خب الان شما از این کیسه دو تا مهره خارج، دو تا مهره با هم بیرون آوردی، 1 و 2 یا 2 و 1 فرقی نمی کنه که، ترتیب نداره که، ما دست کردیم تو این کیسه دو تا داره بردیم، روی کیسه میشه 1 روی کیسه میشه 2، فرقی نداره که، نمیخوایم بچینیم که جا به جایش تعریف کنه که 1 و 2 با 2 و 1 فرق نداره، بنابراین 1 و 2 رو نمیشتید یه 2 و 1 رو ننویس، همین نکتهش همینه، اینو بفهمید تمامه. 1 با 2 بعدی 2 با 3 دوباره 2 و 3 رو بنویسیم، خب قطعا 3 و 2 رو نباید بنویسیم، 2 و 3 3 و 4 4 و 5 5